فکر میکنم آخرای ماه صفر و ماه آذر، فکر میکنم آخرای آذر ماه بود، به این نقطه رسیده بودم که فقط دائم از صبح تا شب که پا میشدم جنگ و جدال با خدا داشتم. یعنی از صبح که پا میشدم حرفایی میزدم که خیلی ها ممکنه اینا رو یه وقتایی تو زندگیشون گفته باشن: خدایی نشستی اون بالا، داری خدایی تو میکنی، تو عرشتی، دوست داشتی یکی امام باشه، یکی قاتل امام باشه، ماها هیچ کاره ایم، اصلا دنیا بازیته. دائم این حرفا بود. مشکلات مالیم خیلی زیاد شد، بعد تو اون وضعیت ها بود که پولی وارد زندگی من شد. حالا پول نزول تو که بگم، پول نزولی بوده که وارد زندگی من شده بود. مثل یه سری از آدما اون موقع گفتم منم مثل بقیه، اصلا اصلا مهم نیست، این همه آدم دارن با این پول زندگی میکنن، هزینه هاشون رو در میارن، خرجشون رو میکنن. اون موقع دیگه کلا چیز شدم، گفتم اصلا مهم نیست و اینا. ولی این پولی که وارد شد اوایل سال 96، آخر 95 تا 96 بود که وارد زندگی من شد. تا زمانی که بره یه جوری زندگی منو ریخت بهم، یه جوری حس بدی بهم داد، یه جوری همه چی رو خراب کرد که اصلا. بعد این حالا همه اینا همه داستانی نیست، اصلیش اینه که من تو اون لحظه ناامید بودم و همش به خدا، مثلا با خدا دعوا می‌کردم، همه مصیبت عالمت مال منه، همه درد سرت مال منه، همه غم و غصت مال منه، من موندم، منو تنها گذاشتی، اصلا تو خدایی، اصلا هستی. دائم حرفایی که هر روز و هر روز تکرار می‌شد. خب من آدم مذهبی نبودم، نمیتونم بگم الانم هستم، نه، یا آدم معتقد، نه، میگفتم خب هر کسی زندگی خودشو داره، هر کسی اعتقادات خودشو داره، کاری با این چیزا نداشتم. مثلا یه وقتی دوست داشتم نماز می‌خوندم، یه وقتی نه، اصلا لج می‌کردم، دعوا می‌کردم. مثلا توی همین روزا بود چند تا مشکل دیگه هم اضافه شد. بعد یه شبی بود که خیلی خیلی بهم فشار اومد از همه طرف و شروع کردم بلند بلند گریه کردن و فریاد زدن سر خدا. همین حرفا: همه مصیبتت مال منه، همه درد سر عالمت مال منه، به همه خوشی دادی، همه چی دادی، هیچی به من ندادی، همه چیزای خوبی که دوست دارم هر ازم میگیری، آخه چرا، مگه من چه گناهی، مگه من چی کارت کردم. از شروع کردم به رفتم به این سمت که تو نیستی، تو وجود نداری، تو رو واسه ما ساختن، به ما میگن تو هستی که حالا ما شاید مراقب کارامون باشی، اصلا تویی وجود نداره، من تنهام، هیچکی کنار من نیست، من هیچ کس ندارم پشتیبانم باشه، تو الکی، تو اسمی. تمام اینا شروع شد، بلند بلند گریه میکردم، همه اینا رو بلند بلند میگفتم، دور اتاق میچرخیدم و اصلا حال خیلی بد داشتم. بس آخرم گفتم اصلا خودتو نشونم بده، چه خودتو نشونم نمیدی، پس نیستی و وجود نداری، الکیه، دین الکیه، اسلام، قرآن، همه چی، همه چی الکی. دقیقا حس ناامیدی خیلی بدی اومد تو دلم. رفتم رو کاناپم دراز کشیدم، همچی که گریه میکردم اینه یه جنین خودم بغل کردم، یعنی دستامو اینطوری گذاشتم و خودم بغل کردم و شروع کردم به خودم حرف زدن: نیست که نیست، خودت هستی، خودت هوای خودتو داشته باش، خودت مراقب خودت باش. گریه میکردم و اینا رو میگفتم، دیدم خیلی تشنمه، یعنی حس تشنگی شدیدی قشنگ توی گلوم بود، خیلی بد. بعد هی این تشنگی زیاد میشد، زیاد میشد، زیاد میشد، تا جایی که دیگه داشت از تحملم خارج میشد. تشنگی عادی یا غیر عادی؟ نه، یهو یه تشنگی که انگار شروع بشه از یه جایی، شروع شد، هی داشت زیاد میشد، هی خیلی داشت زیادتر میشد، عجیب بود. بعد اینکه هی تشنگی زیاد میشد، مثلا این مثل میمونه که آدم مغزش فرمان میده، میگه که برو آب بخور. دقیقا تو همین حال گفتم حد، مثلا اینطوری فرمان گرفتم که بعد برم آب بخورم. بلند شدم به جای اینکه به سمت آشپزخونه برم، یعنی فکر کنم من اینجا تو حال خوابیدم، آشپزخونه سمت چپم، به جای اینکه اونوری برم انگار یکی بهم بگه نگاه کن، نه اینکه صدایی باشه یا چیزی باشه، نه، مثل دستور همه چی، اینطوری نیست که اختیاری باشه که من بخوام اینوری برم یا نخوام، بخوام حرف بزنم یا نظرم، نه، مثل دستور، مثل انگار نگاه کن، باید اتفاق بیفته، باید اتفاق بیفته. نگاه کردم خودم رو، دیدم این دستی که اینطوری بغل کرده بودم یکیش افتاده بود، اینطوری بود، اونی که پایین بود اینجوری. رو به در شدم، در ورودی، رو به در ورودی بودم. از در هنوز تشنگی رو داشتین؟ بیشتر داشت میشد، بیشتر شد. و حالا یه چیزی بگم، این تشنگی داشت زیادتر میشد. من از در ورودی به یه سرعت خیلی زیادی رفتم بیرون، توی محوطه بیرون ساخت آپارتمان قرار گرفتم، یعنی توی کوچه. هنوز تشنه؟ این تشنگی به قدری زیاد شد که من حس میکردم، یعنی چیزی که تو میتونم الان بگم اینه که انگار استخونای بدن من شده بودن هیزم و داشتن از تو منو میسوزوندن. از شدت تشنگی؟ از شدت حرارت و تشنگی و آتشی که بود. یعنی به قدری زیاد بود و همینطور زیادتر میشد. زمینی که داغ بود پامو نمیتونستم روش بذارم، به فاصله شاید 20 سانت، 10 سانت، اینطورا 10-20 سانت پام فاصله داشت از زمین، چون زمین داغ بود، نه اینکه من نتونم بذارم، نه،
انگار که باید تو اون فاصله قرار میگرفتم. با این که فاصله داشتید ولی داغ بود. گرما هم از بیرون بود، یعنی اون حرارت، اون داغی، جنساشون با هم فرق داشت. آتشی که تو من بود داخلی بود، اون یه چیز دیگه بود. اون یه آتش خیلی زیادی بود که اصلا نمیتونیم مثلا وصفش کنیم، نمیشه گفت. و حرارتی که بیرون بود یه جنس دیگه بود. از در واحد که اومدم بیرون، تمام محیط همون طوری که هست، پلاک خونه ها همون، ماشین همسایه ها همونا، پلاکای روی خونه ها رو میدیدم، پلاکای روی ماشینا رو همه رو میدیدم، آدمایی که اون تو بودن رو میدونستم، هستن، خوابن، بیدارن، میدونستم. از درون خونه ها خبر داشت. همه چی. فاصله های خیلی زیاد. مولکول های هوا رو میدیدم، تشکیل شده از قطرات خاک و خون. ذره خاک و ذره خون. خاک و خون. خاک و خون. رنگی که نمیتونم بگم. رنگی که وقتی ترکیب بشه که نمیشه رنگش رو توصیف کرد. خیلی عجیب بود. تشکیل شده از خاک و خونه، میدونستم و میدیدم به چشم قطرات خون، منتها نه یه قطره انقدی، مولکول خون بوده، مولکول خاک بوده که با هم ترکیب شدن و این هوا رو به وجود آوردن. هوای سنگین، هوای بد. تمام خیابون و کوچه ها همونطوری. تنها فرقی که کرده بود اون خیابون اصلی که حالا مثلا وقتی از کوچه میام بیرون به بولوار اصلی میرسم، اونور بولوار ساختمونه، تنها فرقش این بود که اونور بولوار به جای اون ساختمون دیوار بتونی بود. همین. هیچ فرق دیگه، هیچ چیزی، حتی سوپرمارکتیا، نونوایی که اونجا هست، خونه‌ای که هست، ماشینی که بود، تمام اینا همونطوری بود. هوا عوض شده بود، داغ بود و یه دیوار بتونی اونجا بود. وقتی آدم میره تو اون عالم وقتی باشیم، اختیاری نیست. نمیتونیم بگیم که خب الان من از این ور میرم یا از اون ور میرم یا اصلا پامو میذارم میشینم. اختیاری نیست. هر چیزی که هست فرمان دستوره. درست. انگار که دستور داشتم به سمت اون دیوار برم. باید میرفتم. و چون زمین داغ بود و میدونستم این حرارتایی که هست مانع از رفتن میشه و فکر میکردم تنها جای امنی که هست همونجا، از تمام اطراف، از هر طرفی که فکرش میکنه، که فکر میکنم بیشتر رو 3 تا 4 طرف موجوداتی به سمتم حمله کرد. اندازه‌هاشون اندازه ساختمون 3 طبقه بود. ترکیبی از گاو و خوک، پوست بدناشون نازک، موی رگ‌ها، استخونا، هر چیزی که اون زیر بود دیده میشد. همه چیشون رو میدیدم. چشماشون سیاهی نداشت، سفید بود. اینا از هر طرف داشتن به سمتم میومدن. هر چیزی که دم دستشون بود پرت میکردن. از هر طرف. و صداهای بدی هم داشتن. دقیقا میدم یه سنگ بزرگ بتونی مثلا برداشتن به سمتم انداختن. من میخواستم فرار کنم به سمت همون دیوار. زمین داغ بود، نمیتونستم. گیر کرده بود. گیر کرده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. تقریبا به دیوار داشتم میرسیدم. تو همون حال. ترس بود، خیلی وحشتناک. حتی حرف زدن راجع بهش. سیستم عصبی من میزدم. میزدم به هم. به سمتم حمله میکردم اونا. میخواستم بگیرنم. فاصله شون از من زیاد و باید داشتن نزدیکتر میشدن. به هر طریق اینا داشتن نزدیکتر میشدن. تا جایی که بین 2 تا جسم یا مانع منو گیر انداختن. دم همون دیواره یه سنگی انگار به سمتم اومد. یه حیوانات دیگه هم بودن که اونا دورتر بودن، چشماشون رو فقط میدیدم. چشما سیاهی نداشت، مثل گرگ ولی با دود. فقط چشما رو میدیدم، با پوزه رو و صداشون رو، و میدونستم میخوان بیان ببرنم. خیلی مضطر شده بودم، خیلی میترسیدم. اون لحظه تنها چیزی که به دادم رسید و کمکم کرد یا حسینی بود که گفتم. از همه یه قلبم بود. مثل الان که مثلا وقتی آدم یه جا هستی و ماشین میخواد ترمز بگیره میترسه، اون چیزی که تو قلب آدمه میگه، یکی یا علی میگه، یکی یا خدا میگه، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل میگه. اگه که اصلا یه چیزی تو جون آدمه حک شده رو قلب آدم، اون میاد نجاتم میده. زمانی که تو اون وضعیت بد بودم، تو فشاری که داشت بهم میومد، یا حسینی بود گفتم. یه تونلی درست شد، تونل نورانی، و دستی اومد و دستم رو گرفت، دستم رو گرفت کشید بالا. دست بزرگتر بود، نورانی بود و کشید بالا منو.